بینندگان عزیزم، دکتر زنده دلم، روانشناس بالینی در خدمت شما عزیزان. بازپخش برنامه امروز فردا شب ساعت 10:30 شب و چهارشنبه ساعت 6:30 بعد از ظهر پخش میشن و برنامه های رادیوی من سه شنبه شب ها و چهارشنبه شب ها ساعت 9 شب هستن. امیدوارم که سلامت و پایدار باشین. مطلب امروز مطلب جالبیه که خیلی از شما عزیزان درخواست کردین راجبش حتما صحبت بشه. خیلی ها میپرسین که بعد از چه مدت دختر و پسر که با هم آشنا میشن میتونن رابطه جنسی رو تا حدی آغاز کنن. این جواب رو با یک مثال میخوام شروع کنم. دختر خانومی با آقا پسری برای 3 جلسه با هم دیت میکنن و بیرون میرن. بعد از 3 جلسه دختر خانوم و این آقا پسر با هم یک رابطه جنسی رو آغاز میکنن. بعد از اینکه این رابطه آغاز میشه و پسر یه مقدار خودش رو کنار میکشه، کم تلفن میزنه به این دختر خانم و حتی دیگه نمیپرسه که با هم شام یا نهار بیرون برن، فقط ممکنه 10 یا 11 شب تماس بگیره که همدیگر رو ملاقات کنن. این باعث میشه که دختر دگرگون بشه و احساس بکنه که فقط رابطه جنسی برای این مرد مطرح بوده و نه شناخت و نه رابطه عاطفی جدی. همونطور که نیاز هست که واقعا خیلی از شما عزیزانم بشنویم، وقتی که یک رابطه بین دو نفر شروع میشه زمان میبره که دو نفر همدیگر رو واقعا بشناسن، دو نفر بتونن به هم همبستگی و دلبستگی تا حدی داشته باشن. زمان میبره که واقعا نیازها و خواسته های خودشون و دیگری رو بشناسن و در نظر بگیرن. و وقتی قبل از اینکه رابطه عاطفی بین دو نفر ایجاد بشه، رابطه جنسی شروع بشه، رابطه جنسی میتونه تا حدی مانع بشه که این دو نفر همدیگر رو واقعا بشناسن و دوست داشتن حتی در بعضی از مواقع بینشون پیش بیاد. این دختر خانم نیاز بود که بشنوه که وقتی که دیگه این آقا پسر احساس میکنه نیاز هیجانی براش نداره که کشفش بکنه، واقعا بشناسه که کی هستش، تا حدی میتونه کژوال یا عادی این دختر خانم رو باهاش رابطه ایجاد کنه. ببینید، موضوع میتونه متفاوت هم باشه. اگه دختر و پسر هر دو آماده رابطه عاطفی جدی نباشن و هر دو با هم دوست باشن و مدتی همو بشناسن و با هم تصمیم بگیرن که یه رابطه جنسی هم که بهش میگیم friends with benefit میخوان داشته باشن و هر دو این آمادگی رو دارن، این بین خودشون دو نفر هست. دیگه ما نمیتونیم بیایم و براشون تصمیم بگیریم که درسته یا غلطه. با اینکه خیلی از ما میدونیم که بیشتر مواقع خانم ها میتونن واقعا از لحاظ عاطفی آسیب ببینن، چون اگه فکرش رو بکنین، مدلی که خانم ها بار میان تو فرهنگ ما اینه که نجیب باشن، متین باشن، آروم باشن، مرز داشته باشن و حفظ کنن اون باوندری رو که برای خودشون دارن. آقایون مدلی که باهاشون برخورد میشه از سن پایین اینه که مردونگیشون رو با توانمندی رابطه جنسی تا حدی پرورش میدن و برای همین برای آقایون، بعضی ها نه همگی، میتونه این موضوع تا حدی راحت تر هضم بشه، ولی برای بیشتر از خانم ها در اینجور مواقع، حتی وقتی خودشون تصمیم میگیرن که این آمادگی رو دارن ولی بعد که رابطه به جایی که نیاز دارن نمیرسه، میتونن که احساس سرخوردگی بکنن، حتی احساس بکنن از لحاظ عاطفی سوء استفاده ازشون شده و جنسی، در صورتی که خودشون رو در این شرایط قرار دادن. بعضی وقتها هم اینو خیلی از ما میشنویم که
در نسل جدید موضوع رابطه جنسی تا حدی خیلی طبیعی وانمود میشه که یعنی بخشی از زندگی هست و با این وجود هنوز ارتباط داره با خلق و خوی شخص، مدلی که بار اومده، از لحاظ روان کجا قرار میگیره، از لحاظ عقاید واقعا کجا قرار میگیره و حتی از لحاظ اینکه چه شناختی از دیگری داره، آیا احساس امنیت با این شخص داره، آیا اعتماد بهش داره و مسائل بسیار پیچیده‌ای این وسط میگذره که این موضوع موضوع کژوال و موضوع عادی پیش پا افتاده ای نیست. همونطور که خیلی از شما عزیزان میدونین، موضوع رابطه جنسی وقتی که رابطه عاطفی همراهش نباشه و به طور سکس انجام پیدا کنه، میتونه احساس پوشالی، احساس توخالی بودن، احساس امتینس رو ایجاد بکنه. حتی همونطور که اشاره کردم، احساس اینی که استفاده شده از این شخص که حتی میتونه مرد هم باشه. بعضیا هستن که هر دو یک رابطه عاطفی جنسی رو با هم دیگه دارن، ولی ممکنه یکی از دیگری اینقدر بهش علاقه‌مند نباشه و شاید یه خصوصیات منفی ببینه که واقعا نخواد رابطه رو ادامه بده و این میتونه باعث بشه که حتی مرد که رها بشه احساس بکنه که ازش سوء استفاده شده از لحاظ مالی، از لحاظ جنسی و شاید این دختر خانم جدی نگرفته این شخص رو و احساسات منفی دیگه هم میتونه برانگیخته بشه. برای اینه که واقعا نمیتونیم ما تعیین بکنیم برای اشخاص که چطور میتونن تصمیم بگیرن. همیشه یادتون باشه تصمیم وقتی که کنارش منطق با احساس با هم تا حدی هماهنگی داشته باشه خیلی میتونه سازنده تر باشه، ولی وقتی تصمیم عاملش ترس باشه. یه مثال دیگه اینه، خیلی ها سوال میکنن که در دنیای امروزه اگه بیرون میرن و دیت میکنن یه نفر رو و بعد از چند وقت رابطه جنسی آغاز نکنن، واهمه دارن که این شخص رو ممکنه از دست بدن. در صورتی که اگه کسی که واقعا علاقه مندی به شما داره و میخواد شما رو بشناسه و جدی داره روی شما فکر میکنه، فقط موضوع رابطه جنسی نیست، موضوع اینه که از ابعاد متفاوتی این شخص میخواد شما رو بشناسه و میخواد با شما کانکت بکنه. ولی اگه فقط این موضوع بخواد مطرح باشه و دائم راجع به این موضوع صحبت بشه، شما میتونید این احساس منفی رو تجربه بکنین که شاید این فرد دنبال یک رابطه جدی نباشه. برای همینه که حتی در شما فرهنگ‌های دیگه هم به این موضوع نگاه بکنین، میتونه فرهنگ اروپایی باشه، فرهنگ آمریکایی باشه، بستگی داره به اون فرد در چه خانواده‌ای بزرگ شده، چه پیام‌هایی رو گرفته و خودش چه جور انسانی هست و چی از زندگیش میخواد. خیلی ها هستن که آمریکایی میتونن باشن و اروپایی، همونطوری که ذکر کردم، و تا وقتی که رابطه عاطفیشون عمیق نشده با یه نفر دیگه، تا وقتی که به احساس راحتی نرسیدن یا حتی تا وقتی که به کامیتمنت یا قول و قرار ازدواج نرسیدن، رابطه جنسی رو ممکنه فقط تا حد بوسیدن نگه دارن. و همیشه مهمه که ما احترام قائل باشیم برای همدیگه، برای نظرهامون و برای عقایدی که داریم. هرچی ما بخوایم به دیگران بگیم که چه راهی درسته و چه راهی نادرست هستش، این باعث میشه که دیگران فاصله بگیرن و حتی درد دلشون رو مطرح نکنن. الان خیلی از شما پدر و مادرها که دارین این برنامه رو مشاهده میکنین، ممکنه نگران تینیجرها، فرزندانتون، نوجوانها و جوانان هستین، مخصوصا در این نسل جدید، مخصوصاً به خاطر موضوع تکنولوژی.
الان خیلی ها هستن ارتباط برقرار میکنن از طریق شبکه های اجتماعی و سن و سالشون اصلا میتونه پایین باشه و آمادگی نداشته باشن برای این رابطه و با اینکه ممکنه احساس امنیت بکنن برای اینکه رابطه تا حدی ممکنه احساس آرتیفیشال یا غیر منطقی یا غیر واقعی براشون داشته باشه و احساس کنن که اگه این رابطه رو با یکی اونور دنیا دارن آسیبی بهشون نمیرسه، اشتباه میتونن فکر کنن. برای اینکه خیلی ها هستن که واقعا صدمه میبینن، واقعا قلبشون رو به روی دیگری که اصلا شناختی ندارن راجع به این شخص باز میکنن و بعد که رابطه به یک جایی میرسه که واقعا احساس میکنن که تا حدی شکست در این رابطه تجربه کردن، این میتونه تاثیر منفی روی روان و روی اصلا سلامت جسمم بذاره. موضوعیه که واقعا جدی هستش، موضوعیه که نسل گذشته با نسل جدید واقعا بینشون تضاد وجود داره و بیشتر راجع به این موضوع باهاتون در بخش دوم برنامه صحبت میکنم. الان وقت برای آگاهی هست، با من باشین. بینندگان عزیزم، سوال دوم که خیلی برای شما عزیزان میدونم مطرح هستش اینه که چگونه میشه تشخیص داد که با کسی که دارین دیت میکنین یا در مراحل شناخت هستین آیا دنبال رابطه عاطفی جدیه و متقابل هدفش با شما؟ و من میتونم امروز یه مقدار کوتاه راجع به این موضوع هم با شما عزیزان صحبت بکنم. ببینید، کسی که واقعا شما رو جدی گرفته و رابطه رو جدی میگیره واقعا وقت میذاره برای اینکه شما رو بشناسه. دلش میخواد بشناسه شما نیازها و خواسته هاتون از کجا منشأ میگیره و تجربه‌ای که دارین در زندگی چی از یک رابطه مشترک واقعا میخواین. اون شخص هم با شما در میون خواهد گذاشت که واقعا چی براش مهمه در رابطه مشترک. حتی ممکنه تجربیات تلخ و زیبای گذشتش رو با شما در میون بذاره که بتونه پیام‌هایی رو به شما برسونه. این شخص فقط موضوع جنسی براش مطرح نیست. هر وقت که میبینینش متوجه میشین که واقعا خودش رو داره، قلبش رو باز میکنه به طرف شما، داره شیر میکنه اون لحظات رو با شما و باز هم اشاره میکنم میخواد بشناسه که شما کی هستین و از کجا میاین. حریم منزلش، حریم خانوادگیش، حریم اجتماعیش رو با شما تا حدی شیر میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما رو پنهان نمیکنه از دیگران. کسی که ماها باهاش بیرون میرین و شما رو قایم میکنه از فامیلش، از دوستانش، میتونه یک علامت هشدار دهنده باشه، مخصوصا اگه واقعا دلایل مناسبی برای این کار نداشته باشه. احساس میکنین که این شخص واقعا خودش رو داره به شما نشون میده و یک نقابی نپوشیده از ترس و یه حالت گوشه‌گیری نداره نسبت به اینکه شما بخواین این شخص رو بشناسین. اگه کسی صحبت با شما نمی‌کنه و تمام بودنش میخواد موضوعی باشه که شما رو از لحاظ رابطه جنسی بشناسه و همین رو مطرح بکنه، این هم میتونه علامت هشدار دهنده‌ای باشه. کسی که میتونه شما رو شرکت بده در زندگی کاریش، در تحصیلاتش و شما احساس میکنید که واقعا یک قسمت یا یک بخشی از زندگی این شخص دارین میشین و شما رو داره دعوت میکنه به زندگیش، این هم میتونه علامت مهمی باشه. حالا ممکنه از خودتون بپرسین که یه نفر رو ممکنه ملاقات بکنین که واقعا جملاتی که شما میخواین بشنوین رو به کار میبره، از لحاظ عاطفی نشون میده تا حدی حضور برای شما داره، ولی هنوز ممکنه احساس میکنید که شاید هدف این شخص هدفش با شما یکی نباشه و شاید رابطه عاطفی جدی رو نمیخواد، ولی رابطه عاطفی برقرار میکنه که به رابطه جنسی خودش رو برسونه. اینجا میتونین متوجه بشین
برای اینکه وقتی که شما یک زمانی رو دارین میدین که یک کانکشن عمیقی بین شما و این شخص ایجاد بشه، این شخص شما رو رها نمیکنه. ولی وقتی که این شخص شما رو بلیم بکنه، شما رو گناهکار حساب بکنه که شما در این رابطه خودتون رو کنار نگه می‌دارید به خاطر اینکه موضوع رابطه جنسی رو تا حد محدود دارین نگه می‌دارین، اون موقع این هم می‌تونه یک علامت هشدار دهنده باشه. البته اینم باید در نظر بگیریم که اونهایی که با عقاید متفاوتی بزرگ شدن و رابطه جنسی رو بسیار رابطه طبیعی میدونن و رابطه مهمی میدونن، ممکنه که اصلا این فرد کسی باشه که با شما واقعا کامپریبیلیتی و تفاهم نداشته باشه. این خودش زیر سوال میبره این رابطه رو، برای اینکه اگه دو نفر واقعا متفاوت فکر میکنن راجع به رابطه عاطفی، یکی مثل شب داره فکر میکنه، خب خود این نشان دهنده اینه که تفاهم ممکنه بینشون نباشه. برای اینکه خیلی ها هستن که هر دو میتونن ایرانی باشن، هر دو میتونن خانواده هاشون تا حدی شبیه همدیگه باشن، علاقه مندیشون میتونه شبیه باشه، ولی وقتی به مسائل بسیار مهم و جدی که میرسه میتونن فوق العاده با هم مخالفت کنن و همین مخالفت به حد اکستریم که باشه میتونه مانع رابطهشون بشه. بنابراین اینو در نظر بگیرین که دو نفر نمیتونن همیشه یک جور فکر بکنن به مسائل. درسته که همیشه یه مقدار مجادله بین دو نفر در رابطه عاطفی میتونه پیش بیاد، فقط موضوع اینه که تا چه حدی اون کامپریبیلیتی از همه لحاظ بین این دو نفر هست. اقلن تا 70% میتونیم بگیم. اگه فقط 20% تفاهم بین دو نفر باشه از اول، بعد هم تغییراتی که به وجود میاد بین تغییرات شخصی میتونه مانع بشه که اصلا این رابطه بتونه رابطه عمیقی بشه. بنابراین همون چند جلسه اول که شما دارین کامیونیکیت میکنین، با همدیگه مکالمه دارین، چقدر مهمه که سوالهای بسیار مهم مطرح بشن و وقتی که فقط بخواین اون لحظات رو با همدیگه به قول آمریکایی‌ها just to be in the moment باشه و سوالهای مهم رو با هم مطرح نکنین و خواسته هاتون رو با هم مطرح نکنین، همین موضوع میتونه به جایی برسه که احساس بکنید که وقتتون رو با دیگری تلف کردین. خیلی ها هستن که تماس میگیرن و از این ناراحتن که احساس میکنن ماها در یک رابطه گیر میکنن یا خودشون رو استاک تجربه میکنن، برای اینکه خیلی دیر تشخیص میدن که این فردی رو که باهاش بیرون رفتن و وقت گذاشتن کسی نیست که بخوان باهاش زندگی مشترکی داشته باشن. پس وقتی که شما شناخت از خودتون، از درونتون نداشته باشین و تجربه نداشته باشین، اینو میتونین انعکاس بدین در روابطتون با دیگران و ممکنه مدام خودتون رو متاسفانه در روابط نامناسب آگاه و ناخودآگاه قرار بدین و احساس بکنید که همینطور زمان رو دارین از دست میدین و سنتون به یک جایی میرسه که دیگه ممکنه برای مخصوصا خانم ها دیگه صاحب فرزندان شدن هم دیر شده باشه. باز همینو ذکر میکنم، هرچی خودتون رو بیشتر بشناسین خیلی راحت تر میتونید دیگران رو بشناسید. اگه شناختی از خودتون نداشته باشین و تا حدی لاست یا گم در روابط جلو برین به طور انفعالی، به طور پسیو، خودتون رو میتونید در این روابطی که مناسب شما نیست پیدا کنید. بنابراین خیلی مهم هست که واقعا یه وقتی رو با خودتون بگذرونید برای خودشناسی که چه چیزهایی در یک رابطه برای شما مطرح هست، چه نیازهای درونی دارین که واقعا نیاز برآورده بشن، چقدر این موضوع رابطه عاطفی برای شما میتونه مهم باشه و مهارتی رو که میتونید به کار ببرین که اون کانکشن بتونه به وجود بیاد.
خیلی ها میپرسن و ناراحت همین موضوع هستن که احساس میکنن کسی رو که ملاقات میکنن مهارت ندارن که چگونه بشناسنش، چگونه تشخیص بدن که اهدافشون تا چه حدی تفاهم با اهداف خودشون داره و از چه لحاظ میتونه تفاهم نداشته باشه. بنابراین وقتی که خودشناسی رو واقعا جلو ببرین، وقتی رابطه ای رو میخواین با یه نفر دیگه آغاز بکنین، خیلی راحت تر خودتون میدونین که چه چیزهایی رو، چه معیارهایی رو برای شما مهم هستن که دنبال بکنین و چه خصوصیات منفی میتونه شما واقعا نمیتونید بپذیرین. و این واقعا موضوع شخصی هم هست. یه نفر ممکنه خودش تا حدی ایرادگیر باشه و بتونه یه نفر رو که نگرش منفی نسبت به زندگی داره بهتر بپذیره، ولی یه نفر دیگه که بسیار میتونه مثبت باشه، دارای شادابی باشه و خیلی مثبت نسبت به زندگی فکر بکنه و انرژیش عالی باشه از خیلی لحاظ، وقتی که خودش رو درگیر میدونه، این یک مثال کوچیکی که دارم میزنم ولی خیلی عمیق میتونه باشه، با یکی که منفیگرا باشه، یه نفر که خیلی مضطرب باشه، خیلی محتاط باشه نسبت به زندگی و نسبت به رابطه، اینجا میتونه یک فاصله بین این دو نفر به وجود بیاد که اصلا خود این شخص مثبتگرا احساس بکنه که زندگی داره به روش تا حدی سیاه میشه. بنابراین خود شما هستین که با خودشناسی میتونید تشخیص بدین که چه معیارهایی برای شما در رابطه مشترک عاطفی مهم هستن و برای دیگران ممکنه حتی مطرح نباشن، ولی برای شما ممکنه بسیار معنای عمیق و جدی داشته باشن. امیدوارم از این برنامه که بسیار کوتاه هست تونسته باشم سوالهای شما را تا حدی جواب بدم. دوست دارین با من تماس بگیرین از شبکه‌های اجتماعی که خیلی از شما عزیزان برای من پیام می‌ذارین و از لحاظ برنامه‌های رادیویی که خط‌ها رو باز می‌ذارم می‌تونید سوال‌هاتون رو با من سه شنبه شب و چهارشنبه شب مطرح کنید. تا یک شنبه صبح دیگه، روز همگی شما عزیزانم خوش. لحظه‌های زندگی، برنامه‌ای از دکتر فرناز زنده‌دل، یک شنبه ها ساعت 10:30 بامداد و دو شنبه ها ساعت 10:30 شب از تلویزیون جهانی تصویر ایران.